با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهمانی هستم. در این روز جمعه، جمعه پایان هفته و جمعه ای که ساعات پایانی تلویزیون میهن رو همراه شما نازنینان دنبال میکنیم، جمعه 25 می 2018 است، برابر است با 4 خرداد 1397 و این قافله عمر عجب می‌گذرد. اجازه بدهید که امروز با یه فرمت دیگه بیایم خدمت شما و اون این استش که همطور که مطلع هستید، ما در پخش، یعنی در صفحه سایت میهن تیوی تغییراتی رو دادیم و امیدوارم که این تغییرات مورد توجه و نظر شما واقع شده باشد. نکته مهم اینه که برای من ایمیل میفرستن، اینجور میگن، اونجور میگن، نمیدونم راجع به این برنامه ساز، اون برنامه ساز مینویسن، اما ما مسیری رو تغییر ندادیم، ما همون مسیر خودمون رو داریم میریم. وقایعی که در پیرامون ما داره اتفاق میفته باعث میشه که در حقیقت این نوع تفکر رو ایجاد بکنه که شاید یه کار دیگه ما باید انجام بدیم، در حالی که من فکر نمی کنم ما باید کار دیگه رو انجام، من فکر می کنم همین مسیر رو که اومدیم و تا اینجای راه هم به همراهی شما و همدلی شما موفق بودیم در مقام مقایسه، خب باید همین مسیر رو ادامه داد. اگر مشکلی بوده خب نمیتونستیم ما به اینجا برسیم. اما در مورد اینکه چرا خبرها انگلیسی هم فارسی نیستن توضیح دادم، چندین بار توضیح دادم و فکر میکنم که خوبه ما اولا به اصل خبرها مراجعه بکنیم، چنان که دیدیم اون ویدیوش هم روی سایت گذاشتم که مثلا فرض بفرمایید که وقتی که این وزیر خارجه انگلیس آمریکا آقای پومپئو داشت صحبت میکرد، خب اون کسی که در حین داشت این رو به فارسی ترجمه میکرد، خب یه چیزایی رو از خودش کم و زیاد میکرد و بعد هم خب این اسباب مسئله شد. البته گرچه که بعدش وزارت خارجه طی بیانیه‌های مختلف و خود آقای پومپئو طی صحبت‌های مختلف دوباره همون حرفا رو زد که ما نمیدونم تغییر رژیم نمیخواییم و فلان و بهمان، اما من فکر میکنم اگر ما به اصل خبر مراجعه بکنیم خب این مشکلات کمتر میشه دیگه. یه بارم یادتون باشه، یعنی چندین ده بار، نه یه بار، چندین ده بار به دفعات نشون دادیم که فرض کنید که یارو رفته بود در تهران با احمدی نژاد، روزنامه وی ام پست، رفته بود با احمدی نژاد مصاحبه کرده بود، بعد سایت دویچه وله که در حقیقت صدای آلمان هست و قاعدتا بایستی که بره به سورس اصلی، به منبع اصلی مراجعه بکنه و متن اون خبر رو از روزنامه ورداره و ترجمه بکنه و روی سایتش قرار بده، صاف رفته بود از سایت ریاست جمهوری احمدی‌نژاد اونو کپی کرده بود، آورده بود تق اینجا انداخته بود به عنوان منبع، به عنوان ترجمه. غلطه، چندین بار اینا رو ما نشون دادیم. بنابراین من فکر کردم که اگر و بعدم این خبرها اگر دقت بکنید توی از منابع مختلف هستن، هر در حقیقت 15 دقیقه بارم این خودش میره آخرین خبرها رو ور میداره میاره میذاره اونجا و من بابت این هزینه زیادی رو متقبل شدم، ولی فکر میکنم که این خوبه، کمک میکنه به ما و ما یاد بگیریم روزنامه خوندن رو. اینا غالبا روزنامه‌ن،
اینا غالبا اون خبرهایی که در اونجا میبینید روزنامه است. یادش بخیر دوست خوبمون آقای دکتر بهرام بیگدلی که اون اوایل کار دو سالی ما با هم همراهی کردیم، ایشون به ما لطف داشت، روزهای دوشنبه میومد صحبت میکرد و حرفای خوب میزد و حتی یه بار میگفتش آقا به من نگو فعال حقوق بشر، به من بگو ناظر جنایت علیه حقوق بشر. من فعلی رو انجام نمیدم بلکه فقط نظاره میکنم جنایت های جمهوری اسلامی رو. و بعد مصر بود به اینکه آقا شما برید بپرسید از این آدمایی که تو تلویزیون هم میان مرتب حرف میزنن، واقعا از این سوال کن بگو آقا شما اصلا مشترک هیچ روزنامه محلی هستی؟ تو آلمان زندگی میکنی؟ روزنامه آلمانی میخونی؟ تو انگلیس هستی روزنامه انگلیسی میخونی؟ تو سوئد هستی روزنامه سوئدی میخونی؟ آیا مشترکی؟ روزنامه هر روز برای شما میاد؟ اگر شما دنبال کنید در همین آمریکا نمیدونم این رسانه های گردن کلوف مثل CNN MSNBC NBC اینا رو دنبال بکنید، به غیر از فاکس نیوز یه خط سوایی رو داره برای خودش، اون یک در حقیقت همیشه جنجالیه، سندیت نداره، زیاد به اون نمیشه اکتفا کرد، فقط اونجایی بهش اکتفا میکنن که تناقضات رو بخوان نشون بدن. اگر به این رسانه های بزرگ آمریکایی ما نگاه بکنیم، خب میبینیم که این میگه به نقل از نیویورک تایمز، به نقل از واشنگتن پست، به نقل از الی تایمز، به نقل از بوستون گلوب. یعنی رسانه بزرگ آمریکا که خودش تیم داره، خبرنگاران زبده داره، این گوینده هاش نمیدونم هر کدوم میلیون ها دلار حقوق میگیرن در سال، وقتی و در حقیقت هر برنامهشون، بارها گفتم هر برنامهشون 30-35 نفر کار میکنن تا یه برنامه اجرا بشه. و من خودم اوایل کار وقتی میخواستم این کار رو شروع کنم، اون هم واقع بگم به شما حقیقتش رو همیشه گفتم، تلاش این بوده که راست داستان رو برات تعریف کنم، نه به میل خودم، نه به پای خودم، بلکه وقتی میخواستیم که برنامه تلویزیونی درست بکنیم، که اون موقع من در واشنگتن بودم در تلویزیون رنگارنگ برنامه داشتم، همون آقای داور مدیر اون تلویزیون به من گفتش که تو میتونی این برنامه های خودتو کوتاه کنی ببری بدی به کانال محلی، چون این تلویزیون های بزرگ در همون اروپا هم همینطوره، در اینجا که خب طبیعتاً مادر تلویزیون هاست خب طبیعتاً بیشتره، اینا مکلفن یک ساعتی رو در اختیار اقلیت ها قرار بدن، بخش های بی صدای جامعه قرار بدن، تکلیفه برشون، بنابراین مجبورن که هندی، فارسی، عربی همه رو حرف بزنن توش. و یه کانال های مثلا شماره 30 فرض کنید، این در اون منطقه در همین جا هم همون کانال 30 تصادفا میبینی که مثلا یه ساعتهایی رو چه میدونم ویتنامی ها حرف میزنن، هندی ها حرف میزنن اینها، و یه موقعی قبل از این که حتی این رسانه های فارسی زبان تلویزیون های ایرونی قبل از اینکه به دسترسی پیدا بکنن به ستلایت و اینها که خیلی گرون بود، خب ابتدا واقعا رقم ها سرسام آور بود، خب نمیشد، الان هیچی نیست، ارزانه و همه چی مفتکی شده، بخاطر اینکه سیستم تغییر کرده، ماجرا عوض شده. اصلا من بارها گفتم ما حتی برای اینکه بتونیم با یه آدمی گفتگو بکنیم که اسکایپ و نمیدونم فیس تایم اینا نبود، که من از عصر نمیدونم ناصرالدین شاه حرف نمیزنم، از سال 2009 که خودم این رسانه اینترنتی میهن رو درست کردم دارم راجبش حرف میزنم، اون موقع اینا نبود، این امکانات نبود. ما بعد مثلا میگفتیم که یادش بخیر آقای مهندس جانفشان که میومد اینجا
برنامه نمیدونم کشاورزی رو درست میکرد، بهش گفتیم اگه تو نمیتونی که از این سیستم ویندوز مدیا پلیر استفاده کنی، یه راه دیگه وجود داره، برو $300 بده یه دستگاهی به نام اسلینگ باکس بخر، بذار تو خونتون، از طریق اسلینگ باکس که بتونه برنامه های تلویزیون مختلف و در هر کجای جهان که هستی تماشا بکنی هر وقت دلت خواست، از اون طریق وقتی دوربین به اون وصل کن، از اون طریق لینک اونو بفرست، ما اینجا لینکشو میگیریم پخش میکنیم. سخت بود، همه چی سخت. همون موقع این رسانه های فارسی زبان خب تو همین آمریکا که شروع کردن، از همین کیبل های محلی شروع کردن. ما هم برای اینکه بتونیم همین برنامه، اسمش هم گذاشتیم همین میهن، و هفته یک ساعت برنامه داشتیم که این یک بار هم تکرار میشد، یعنی در حقیقت دو بار در هفته برنامه میشد، مثلا یکی اصلی بود یکی تکرار برنامه بود. برای اینکه به من این اجازه رو بدن که من بتونم یک ساعت اون تو برنامه داشته باشم، تکلیف این بودش که بعد بری در کلاس اسنویسی کنی، ثبت نام کنی، یه دوره کلاس 6 ماه کلاس ببینی و بعد به تو این اجازه رو میدن که تو بتونی به عنوان برنامه ساز برنامه پخش کنی. من و همسرم دو نفری میرفتیم شبا، هفته اینا هم 3 شب میرفتیم سر کلاس میشستیم، معلم ما درس میداد، بعد به ما پرکتیک میداد، همونجا ابزار و امکانات وسیع تلویزیون در اختیار ما بود، رسانه بزرگ، همه چی رو اونجا به ما دونه دونه یاد دادن که آقا فرض کنید که تدوین یا ادیتینگ چیست، چگونه ادیت کنید. اون موقع میگم ابتدای راه بود، از این سیستم آنالوگ داشتن تبدیل میشدن به دیجیتال، در نتیجه همه دستگاه ها شکل دیگه ای پیدا کرده بود. مثلا فرض کنید که برای همین زیرنویسی رو که اینجا هست، یه پلاکایی بود اینا رو دونه دونه میچرخوندن، میشد آ ب س نمیدونم اینطوری، و هی بعد دونه دونه فریم به فریم اینا رو میچرخوندن تا بتونن اون زیر این عکسش رو بگیرن، مثلا بشه دوستان در ونکوور، محسن در تورنتو، آره فکر کن تق 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 اینا رو بچرخونی، میمو پیدا کنی، هر رو پیدا کنی، سین رو پیدا، سخت. به همین دلیل گفتم نه به رضای خودم، به حکم جبر رفتم دوره این کار رو دیدم و اونجا متوجه شدم. حتی بارهایی رو تکرار کردن در سال 2013 که همین کنگره سکولار دموکرات ها بود، اولین کنگره سکولار دموکرات ها رو آقای نوریالا و دوستانش در واشنگتن برگزار کردن. خب بعدش هم از اینا دعوت کردن که آقای دهقانپور که بیا تو تلویزیون وایس آف امریکا و اونجا با شما ما گفتگو کنیم، که دکتر خویی و آقای نوریالا، دکتر نوریالا و آقای حسن ماسالی و 4-5 نفر رفتن اونجا، و همون ماجرایی بود که اسماعیل خویی نازنین گفت جوونا برید اسلحه یاد بگیرید، گفته آقا خشونت، این حرفای بی خودکی. خب وقتی که من وارد اونجا شدم، خب از نزدیک باز اونجا به عینه دیدم که آقا همین برنامه یک ساعته همین آقای دهقانپور رو اگه میاد میگه سلام علیکم، روز شما خوش، نمیدونم برنامه افق رو نگاه میکنیم، خب یه جملات کلیشه است، هر روز که میای برنامه رو اجرا میکنی اون کلیشه ها رو ازش استفاده میکنی. مثل من که میگم که بله امروزم جمعه است، 25 می 2018، یه کلیشه هایی رو همیشه استفاده میکنی. یه موقعی میگفتیم نمیدونم 25 روز از 5 ماه، در نمیدونم 18 سال از 3000. این کلیشه های تکراری که هر روز تکرارش میکنی، ولی اینا رو اونجا یه نفر میشسته بود و دونه دونه اینا رو مینوش، و فرض کنید مجری آقای دهقانپور که داشت تو دوربین نگاه میکرد، جلوی دوربین
یک آینه بود که این آینه اونورش پیدا بود، این تو اون تصویر توی آینه رو میدید، ولی دوربین پشت آینه قرار داشت، از پشت آینه این ور رو تماشا میکرد، تصویر صورت هر کی اون آبجکت یا موضوعی رو که جلوش گذاشته بودن اون رو میگرفت، ولی این توی داشت توی دوربین نگاه میکرد در حالی که داشت نوشته ها رو میخونه. اگر نگاه کنیم اینی که تبحر اینام در اینه که اون برنامه ساز خوب تبحرش در اینه که وقتی به دوربین داره نگاه میکنه یه جوری نگاه بکنه که اینجوری دنبال کلمه ها ندوه چشمش. این اون نقطه قوت یا ضعف اون مجری برنامه است. علی حال عده زیادی جمع میشن تا یه برنامه رو درست بکنن. فقط مثلا اون برنامه‌ای که تلفن جواب میده، خب سه نفر مسئول این کارن، یکی گوشی رو برمیداره سکرین بهش میگن میکنه، نگاه میکنه، پرسش میکنه، بینه نمیخواد یارو فوش بده، عقب جلو نمیکنه، بعد یه نفر فقط نشسته اونجا مراقبه با دستگاه دیلی عقب انداز در حقیقت، که اگه یارو یه حرف زشت زد بتونه این روش بوقی بندازه، سکوت بذاره و که اون تیکه ها حذف بشه. خب مقصودم اینه که این برای یه برنامه‌ای که فرض کنید که توی CNN, NBC, ABC اینا پخش میشه، خب یه هیئت تحریره داره، یه ده آدمی کار میکنن. دوباره این صدا اومد، بذارم برم این صدا رو ببندم، ببخشید. بله، و بعد برنامه ساز مجبور نیست خودش بلنشه بره پنجره رو ببنده، و چون وقتی که اینجا پنجره باز نمی کنی این نور این پروژکتور و این تعداد زیاد این کامپیوترها، خب خیلی گرمای زیادی رو ایجاد میکنه. جانم بفهمید ایزم؟ بله بله بفهمید، خواهش. به عرضم به حضور شما که علی حال بنابراین اینا که این دسانه هایی به این گردن کلوفتی و بزرگی و که میگم 40-50 نفر برای هر یک ساعت 45 دقیقه برنامه‌ای که در حقیقت تولید میکنن 40-50 نفر کار میکنن، ولی آخرالامر ببینی که این داره میگه به نقل از فلان روزنامه، پایه اصلی روزنامه است، ما باید روزنامه بخونی، ما باید به سمت خوندن حرکت کنی، از نقالی بیایم بیرون، قالب باقر قالب صادق رو دست بکشیم. این فرهنگ منحط مذهب رو دور شیم ازش. یه دوستی برای من میگفتش آقا این فرهنگ غلط در جامعه ما اونقدر ریشه داره که حتی در سالها چون چهارم خرداد دیگه ماجرای اعدام اون عده زندانیان است که آقای یغمایی هم یه ویدیوی مخصوص درست کرده و اینا، منم رو صفحه قرار دادم راجب محمد حنیف، محمد آقا و غیره. شما وقتی اون دوره رو هم که نگاه میکنی میبینی همون قال صادق قال باقره، متاهم میگه مارکس، به نقل از مارکس در کتابش، به نقل از انگلز، به نقل از مارکس، فرقی نمیکنه، فرهنگه همون فرهنگه، هیچ کس دیگر هم به غیر از اون راجبش حرف نمیزنه، بیان نمیکنه، اندیشمندهای دیگر رو نمیشنسه، یه فرهنگ کلیشه است، یه فرهنگ قالبه. به همین دلیل میدونم سخته، میدونم مشکله، چون وقتی که ما به این لاگ تلویزیون نگاه میکنیم، همین الان دارم نگاه میکنم، خب میدونم که کدوم سفر رو چقدر آدم رفته نگاه کرده. خب اون الان قبول نیست،
برای اینکه الان خیلی هم میزنن ببینن که چیه این که داره چراغش روشن خاموش میشه، اخبار جهان چیه، ولی چقدر روش میستن، چند ثانیه رو این تأمل میکنه، یعنی ضعیفه. ولی باید دست بکشن؟ نه، من میستم. دعوت میکنم شما رو که بیای تلاش کنیم به خواندن، بریم به سمت روزنامه خوندن، از قال باغ قال صادق بیرون بیاییم، این فرهنگ رو دور کنیم از خودمون. راه نجاتمون پالایش فرهنگه. این هم نمیتونیم در دیگری ایجاد کنیم، منتظر بشیم اون دیگری درست بشه بعد اون یکی هم درست بشه. نه، بعد من درست بشم، تک تکیه، نفر به نفره، و از درون این داستان صورت میگیره، از بیرون چیزی اتفاق نمیفته، از درونه. بنابراین این در مورد اون بخش. در مورد دیگه این که خب ما اون پایین دوباره همون بغل اینجا دوباره یه سری لینک های اصلی فارسی مثل نمیدونم وایس آف امریکا، دویچه بله، نمیدونم اینو اونو قرار دادیم، بی بی سی، ایران فردا، نمیدونم تقاطع، زمانه، ایران شهر، هرانا. خب هرانا رو برید بخونید، برید این خبرها رو از اونجا بخونید، برید خودتون جستجو کنید. این در مورد این موضوع که میپرسن، گفتم یه بار راجبش توضیح بدیم شاید کمک کنه به ما. اما اوضاع احوال، میدونی که دوباره امروز اسرائیلیا مواضع حزب الله، یعنی همون مواضع سپاه قدس رو زدن در سوریه، دارن مرتب دارن تحریک میکنن. این نظام اهریمن هم تو بد چاله ای افتاده، فشار بسیار بسیار روش فشاره، دارن اسرائیلی ها مرتب دارن تحریکش میکنن، عربستان سعودی داره تحریکش میکنه، این هم چاشاخ مونده مثل گربه گوشه شیرونیه، نه راه پیش داره نه راه پس داره، داستان عرب ماه تحته، نمیشه بیرون بکشی، نمیتونی تو بکشی، هر کاری بکنی گرفتاریه. این نظام اهریمن در یک چنین مخمسهی گرفتار شده، اونا مرتب دارن تحریک میکنن که این عمل خطا بکنه، اون رو علم بکنن، علیهش تحریکش بکنن. من تعجب میکنم یه فعل و انفعالاتی داره صورت میگیره. اون اینه که فرض کنید که اومدن میگن که عاصم سلیمانی، دیدم نوریزاده هم تو برنامهش داشت میگو مش قاسم بیا، میدونی که به این میگن قاسم غایب، برای که غایبه، برای اینکه در سوریه که بود حتی اسرائیلی ها خبر دادن یه در رو، در عراق که اومد بغداد بهش گفتن اینجا وا نیسا برو از اینجا، رفته کردستان نشسته پیش بارزانی، اونا دارن حمایتش میکنن، پنهان قاسم غایبه. اون یکی بهش میگه که قاسم، یاد دایجان ناپلون میفتن، قاسم بیا در کنار مردم بایست، بعدم توجیه میکنه که بله اینا همشون خب جنایت کردن. اون یکی میگه نمیدونم این ناپلئونه، اون یکی میگه نمیدونم فلانه. اینجوری نیستش که، شما که نمیتونی از ترس اژدها به مار قاشیه پناه ببری که. همیشه گفتم در یک جریان انقلاب، در یک حرکت انقلابی، در یک این نوع حرکت ها رهبرانش از درون خودش میجوشن بیرون میان، از پیش تعیین نمیکنن. سال 56 نرفتن بگن آقای خمینی شما بیا رهبر انقلاب بشو، میخوایم انقلاب کنیم، همچی اتفاقی نیفتاد که.
وقتی مردم در ایران اومدن و خیزش کردن و گفتن آقا ما قانون اساسی رو میخوایم شما اجرا بکنید، خلاف قانون عمل نکنید. دلایلش هم همین داکیومنت هایی که من و تو درست کرده راجب نفت، چقدر هم داکیومنت خوبیه، چندی بار اینا رو پخش کردم، بازم پخش میکنم. سورسش مناطوه، برید تو سایت مناطو خودتون بگردید، بشینی سر فرصت اینا رو پیدا بکنید، دنبال بکنید. این مهم. الو جانه. Yeah, I'm gonna ask him to call you back. Okay. یه هم از بانک بود. طلبکارا ریختن سراغ. عرضم به حضور شما که نمیان از پیش تعیین کنن که کی رهبر باشه کی رهبر نباشه. رهبر از درونش میجوشه، قول میزنه بیرون میزنه. در این داستانم که داره تعریف میکنه، خب میدونیم همین آمریکا، همین که الان اومده میگه ما مردم، اینا کی تا حالا دلشون به حال مردم سوخته؟ اینا دلشون به حال مردم خودشون هم نمیسوزه، چه برسه به این که دلشون به حال مردم ایران یا افغانستان بسوزه؟ اصلا برایشون مردم معنا ندارن. اینا منافعشون رو دنبال میکنن. مردم چه نقشی رو دارن؟ مردم کیه؟ میگه ما مردم نمیدونم فلان، مردم اینا دروغه، اینا دغله. شنیدم دوباره دلال مظلمه شده، اومدن دنبال جان بولتون دارن میدونن سلطنت طلبا. شما فکر بکن ببین ما کجای این دایره قرار گرفتیم. ببین بعد از 40 سال چقدر عقب رفتیم، به خاطر نظام حاکمه، به خاطر فرهنگ غالبه. به خاطر اینه عقب رفتیم، خیلی عقب رفتیم. طرفداران نظام پادشاهی افتادن دوره همین آقای چی هم شده دلالشون که بریم جان بولتون رو بیاریم که این نره با مجاهدین، بیاد با ما. جان بولتونی که یه آدم 100% طرفدار جنگ، اصلا هیچی منافعش رو فقط در جنگ میبینه. همین ماجرای کره شمالی رو ببینید. خب قرار بود اینا برن با هم مذاکره کنن، گفتگو کنن. این هم گفت بمب من از تو بزرگتره، دکمه من گنده تره، پسر خوب بیا و ما تو رو فلان میکنیم، اینطوری میکنیم. و دیارته پرید و من گفتش بله من فکر میکنم که باید مثل لیبی اینها رفتار بکنن، الگوی لیبی رو پیش بگیرن. درست است، الگوی لیبی در سالهای 2003 و 2005. و رو یادش رو گوه این داره علنم به من میگه، میگه آقا اسلحات رو پس بده میخوایم بزنیمه. جنگ، یه جنگ اقتصادیه، جنگ چینه، جنگ ماچینه. گفتم ایران در یک شرایط بسیار بسیار ایران ما زیر فشار حاکمیت اهریمن به یه نقطه بسیار بدی قرار گرفته. مردم در تنگنای شدیدن. میبینی به هر بهانه‌ای میاد تو خیابون، معترض به وضع موجوده، نمیخواد، نمیتونه تحمل کنه، نون میخواد. کارگره دیروز تو آبادان رفته، کارگر شرکت چی شهرداری خودشو آتیش زده. بودنش مرسونی میگن خیلی 85% سوخته. خود یارو مرده دیگه، 85% سوختگی یعنی مرده.
چرا یه آدم باید بره خودشو بسوزونه؟ از فقر، از استیصال. بعد اینا میگه بریم یه کاری بکنیم جانبولتون، همین روزا میشنوی زیاد دور نیست، میاد لس آنجلس، دعوتش کردن بیاد لس آنجلس که از چنگ مجاهدین درش بیاریم، بیاریمش پیش خودمون. فکر کن شرط استیصال اینو ببین. چرا؟ چون روزنامه نمیخونه، فقط دنبال قالب باقه، قالب صادقه. چون نمیخونه، قدرت تخیلش رو از دست میده، قدرت تفکرش رو از دست میده. خوندن کمک میکنه. میگه اینایی که آلزایمر میگیرن فراموشی پیدا میکنن، لش اینه که کتاب نمیخونه. وگرنه شما نگاه بکن، یه آدمی مثل آقای امینی، بابا این 90 چند سالشه این مرد محترم. آقای دکتر ودیعی رو نگاه کن، 1107 الان 1397 متولد تیر ماه 1107 الان 1197 خرداده، ماه دیگه میشه 90 سالش، 90 سالش رو پس میکنه، ولی مغزش فعاله، دقیقه، منظمه. چرا؟ برای اینکه دائم کتاب میخونه. دکتر میرافتابی 4 نوع سرطان بهش حمله کرد، کیور کرده، سرطان ها رو پس کرده. اول سرطان زبان و فک و اینا گرفت، بعد سرطان پروستات گرفت، بعد سرطان مثانه گرفت، همه رو پس کرد. دائم نیسته کتاب میخونه، راه میره کتاب میخونه، راه میره کتاب میخونه. راه نجات ما کتاب خوندن برادر، نقاهر، نازنین، عزیزم، بزرگوار. ناد از منبر پایین بیایم، از این قالب باغ قالب صادق بیرون بیایم. این شرایط که تو اون مملکه حاکمه، هیچ به نظر من اون فیلم گادفادر هست، حتما دیدین دیگه، اون فیلم یکی از فیلم های کلاسیک خیلی هزار بار دیده شده است. دیدی که به اون پاپه آخرسر یه چای قهوه بهش میدن، میخوره میخوابه. راه نجات ایران چای آقای خامنه ایه، به چای خواهند داد. این پیشبینی منه برای این نجات ایران. راه دیگه ای براشون نمیمونه، هیچ راهی ندارن. برای چی بلند شدن رفتن روسیه؟ چرا خانم مرکل رفته روسیه؟ چرا آقای مکرون رفته روسیه؟ رن معامله میکنه. روسیه که نمیتونه، امروز فرانسوی ها نمیدونم آلمانی ها گفتن که خب شرکت ها خودشون میدونن، میخوان برن کار کنن، میخوان کار نکنن، خودشون تصمیم. نقش دولت چیه؟ دولت به عنوان حامی میگه ما نمیدونیم، خودتون تصمیم بگیر. شما فکر کن استیصال. نمیشه که با این قول. او سال 73 بود، کی بود؟ حالا آقای آلبرت میاد ازش میپرسیم، داستان پترو دلار رو مطرح کرد کیسینجر. گو آقا پترو دلار، گو اگه پولشو بگیری نفسشو گرفتی. از معامله فقط بر اساس نفت با دلار معامله میکنه. هر کسی اومد غیر از این عمل کنه، قذافی خواست غیر از این عمل کنه، خواست با یورو معامله کنه. صدام گفت من دلار نمیخوام، میرم با میخوام نفتمو بدم یورو بگیرم. قذافی گفت نفتو بدم یورو بگیرم. آثاری ازشون نیست. اقتصاد این نفتو اینجوری چیدن، اون آجر رو بکشید دیوار خراب میشه رو سره.
در یک نظام اهریمن، در یک مخمسه بزرگ قرار گرفته. حالا شما بیا بشین اینجا بگو که نمیدونم قاسم غایب تو بیا، بیا تو بیا دست بکش، نمیدونم تو ناپلئونی، تجارت باید بکشی. آقای دادرس ایمیل برای من فرستاده، نوشته که یارو بهش گفته اینجوری، این سعید بهبهانی هیلگره، هیلگر وسط حرفای شما میاد سوال میپرسه، حرفای شما رو قطع میکنه. پیرت میکنم مثلا. نوشتم آقای دادن میدونی چند تا از این ایمیل ها میاد بر علیه شما، چقدر فشار میدونی آقای رئیسی نمیدونم فقط عاشق پوتینه فلانه. خب بس باش، چیکارش داری؟ بذار بگه، بذار حرفشو بزنه. چرا میخواید کانال بکشید؟ چرا میخواید یه خطی کنید ماجرا رو؟ من به سابقه خودم برمیگردم. وقتی که همون تلویزیون، وقتی این تلویزیون ها به روی ستلایت اومدن، به صورت شبانه روزی شدن، ابتدای راه بود. سال 98 شروع شد این بازی. اولینش هم تلویزیون پارس بود که همین آقای مروتی که بعداً اون رادیو رو درست کرد، حسین حقیقی و اون وکیله که بعد گرفتنش، زندانش کردن به جرم اینکه پول پناهنده ها رو گرفته، نمیدونم کلک بهشون زده چه کرده. ضیای آتابای، شجره، اینا همه اومدن با همدیگه تلویزیون پارس رو انداختن. بعد جدا شدن از هم، یکی یکی رفتن. مروتی رفت رادیو رو از حسین حقیقی خرید، رادیوی 24 ساعته رو درست کرد که همین آقای مهری و اینا. امروز رسید، یادتون باشه که بعد از برنامه آقای آلبرت با مهدی اصلانی خواهیم بود، بنابراین به دوستانتونم بگید که با مهدی اصلانی امروز همراه خواهیم شد. خب یکی از اون تلویزیونایی که تو اون 5-6 تای اول که اومد، یکی هم رنگارنگ اومد. من به عنوان کسی که میرفتم و مهمان دعوت میکردم، میرفتم دوربین تلویزیون رو برداشتم از تو استودیو بردم بیرون، نخستین بار بردم از این کسانی که میومدن توی کانون حرف میزدن، خواهش میکردم از مدیر تلویزیون آقای داور که بیا با هم بریم از اینا فیلم بگیریم پخش کنیم تو تلویزیون، خوبه. وقتی که اون تلویزیون اومد سر کار نشون داد، چون قبلش فقط یه خط بود، پادشاهی تفتان رضا پهلوی، بعد یه وقت به فولادون پیدا شد یه پادشاهی برای خودش درست کرد. رنگارنگ اومد گفت آقا اینجوری نیست، درون جبهه ملی چندین جبهه ملی، هر کدومشون یه جبهه ملی هست، همشون هم پیشواشون مصدقه، ولی اینا همه با هم فرق دارن. ملی ها وجود دارن، برنامه درست کردم به عنوان چالشگر چپ، اووردم چپ رو به جامعه ایران معرفی کردم، قهر بود اصلا نمیشنا. تا هم گفتی چپ، میگفت توده مصدقان، توده فلان از این حرفا، جدایی آذربایجان، پیشوری، ما باید تمام همه رو باید پس میدادیم. ما اینجوری نیست. خیلی از این آدمایی که آوردیم که ناشناخته بودن، آوردیم به جامعه معرفی کردیم. الان غالب اینا در این رسانه ها برنامه دارن. بذار این تلفن ببینیم اگه مهمه بذاریم شما هم بشنم. الو جانم. بله بله، مطلبی هست بفهمید که سایرینم بشنم. بله بله بفهم.
بفهمی صداتون پخش میشه. آقای بهبهانی روز شما بخیر. روزت بخیر عزیزم. آقای آروش هستم. اگر توجه بکنید یه مسئله اینه که آقای ترامپ که روز 8 می اومد بیرون، قرار بود 12 بیاد بیرون، درسته؟ آره. 8 می روز چندین پرایمری بود تو شهرهای آمریکا. درسته، انتخابات مقدماتی. اون روز ایشون به دقت انتخاب کرده بود، کمدرهای تلویزیون اعلام کرد خروجش از برد شهرهای مختلف، بعد تو شهرهای مختلف آمریکا جریان که پرایمری بود برای کنگرس. بله بله گوش میدیم، بفهمید. یعنی 4 روز کشید عقبش، اون روز اومد اعلام کرد بتونه جو داخل آمریکا رو نشون بده در وقتی برای رای گیری پرایمری کنگرس. اون روز سه‌شنبه بود، توجه دارید؟ درسته. 180 روز، میدونید چه روزی تمام میشه؟ 6 ماه 180 روز تموم میشه. نوامبر میشه 5 نوامبر مانده. بله. 6 نوامبر انتخابات هست، انتخابات. دقیقا اینجوری انتخاب کردن اینا. متوجه منظورم شدید؟ حتما. یعنی زمانی جوری انتخاب کردن که اون مانده، یعنی بین شنبه یک شنبه دو شنبه چیزهای جدید اعلام میکنن، سه شنبه انتخابات کنگرس. بله بی هدف نیست. یعنی این که فکر کنم از نظر زمانی اینجوری انتخاب کردم برای خودش حساب شده. دارید سر که شما یه شرایطی الان ببینید، تا 7 آگوست میاد یه چیزای مختلفی در اوتا، تا 7 آگوست میاد، از 7 آگوست تا 5 نوامبر یه چیزای جدید میاد، از 5 نوامبر بعدم کل اون جریانات گذشته برمیگرده. توجه دارید؟ بعد تحریم‌های گذشته همه باز میگرده، برمیگرده. ولی او هنوزم، من اینجوری فهمیدم، هنوزم به اروپایی ها چیز داده، به اروپایی ها پیشنهاد کرده که شما هنوزم وقت دارید که تا ماه نوامبر باز بیاید سراغ من. آره دیگه، به همین من فهم میکنم موضوع اصلی مسئله روساست. یعنی اینایی که سفر میکنن به روسیه، خانم مرکل، آقای مکرون، در حقیقت اینجور نیست. روسیه هم که توانی نداره که ایران رو بتونه از نظر اقتصادی کمک بکنه، که در نتیجه اون فقط منافع اینا یه مقدارش ایرانه، یه مقدارم در رابطه با جلو واسدن با ترامپ در رابطه با سنکشنهایی در رابطه با راشیا هست. دقیقا اون میگه اونا رو کم کنید. بین خود شما خودتون ببینید، بین خود اروپایی هم الان اختلافه. مثلا شما در یکی دو هفته اخیر ببینید که لهستان رفته به طرف ترامپ. توجه دارید؟ بله. بعد شما یه مسئله دیگه دارید، مسئله بالاتر از مسئله ایران، باز یه مسئله دیگه دارید. شما میدید طبق آخرین آماری که همه تایید میکنن، اروپا 150 میلیارد دلار ماینس داره تو بیلانس با چیز کس داره آمریکا، یا 150 میلیارد دلار ماینس دارن با کسی با اروپا، کسی موازن. در این 150 میلیارد 60 میلیاردش مال آمریکا، مال آلمانه، بعدش میشه ایتالیا، بعد میشه سوئد، بعد همچنین بیروتر تا فرانسه. اینا همه تو این 150 میلیارد دلار پلاس هستن، یعنی آمریکایی‌ها ماینس دارن. عمده ترینش آلمانی‌ها هستن که 60 میلیارد دلار. ترامپ و اون مجموعه ترامپ و اون کسانی که پشت ترامپ هستن، یکیش همون هریتاج فاندیشن هست، اینا پشت این جریان هستن، از این بابت باج میگیرن، مقداری زیادی دلار از اروپا باج میگیرن. اینم هست، توجه دارید؟ درسته. و بعد بلند مدت یه بحث دیگه هم هست که آمریکایی‌ها همینجوری که در آینده نزدیک بیشتر میخوان نفت بفروشن به چین، علاقه زیادی دارن بیشترین نفت رو هم، بیشترین گاز رو هم به چیز بفروشن، به اروپا بفروشن. یعنی روسیه رو دور بزنن در واقع، جلوی روسیه واسه، ولی زیاد نمیتونن بفروشن، ولی میخوان سهم مثلا 33% 32% روسیه رو به 27-26 برسونن. از اون طرف چین میدونید اولین وارد کننده نفتش از روسیه است، بعدش عربستانه، حالا میخواد آمریکا این شدید با چین وارد معامله بشه که بتونه مقدار زیادی بفروشه که تقریبا خودش کم کم برسونه به اینا، چون به احتمال زیاد من فکر میکنم پایان سال 2019 در تولید نفت،
نه در صدور نفت، در تولید نفت به احتمال زیاد حدس من اینه که آمریکا، عربستان و روسیه رو میذاره پشت سر خودش در پروداکشن ها، نه در صدور، در پروداکشن. بله که در فروش، در تولید نفت، در تولید منظور من. بله در تولید. این وضعیت شما اگر توجه بکنید، اگر بتونید پیدا بکنید، دو سه شب پیش اون جواد لایجانی، برادر لایجانی، یه قبل از خامنه‌ای صحبتی رو کرد که ما میتونیم این کارا رو بکنیم که اروپایی ها رو بده ترسونیم، اگر اون رو پیداش بکنید. بعد خامنه‌ای صحبت کرد، البته من فکر میکنم صحبت های خامنه‌ای رو کوتاه کردن، قطع قطعی فرستادن. خامنه‌ای زمان صحبتش خیلی بیشتر از اینا بوده، حساب شده مقدارش رو قطع کردم. من نمیدونم چی ها گفته این قطع کرده، ولی این کل صحبتاش نبود. این نظر من. بله درسته. من فکر میکنم اون داستان فیلم چی بود، همین گادفادر، که اون یارو فنجون چای رو برداد به پاپ، من فکر میکنم یه فنجون مثلا بهش چای بخورونه، نمیدونم. بله یه چای باید بهش بدن، تکلیفشون رو روشن کنن، وگرنه این در به این صورت نمیتونه، روی این پاشنه نمیتونه به چرخه، این باید عوض بشه. و تا زمانی که اون هست همچی چیزی اتفاق نمیفته. بنابراین از خارج از مسئله نظام بگذاریم، ایران در یک مسیر بسیار خطرناک. خیلی خیلی امروز دوباره اسرائیلی ها خیلی زدن، این نمیتونه جواب بده، کاری نمیتونه بکنه. برای تعجب از اینایی که میگن قاسم قایب بیاد بشه رهبر، اینو نمیتونم حل کنم با خودم، اونو نمیفهم. نه اون آقای، اگه شما در تکست آقای بومبو توجه بکنید، در تکست مثلا فکر کنیم اینا هم میخوان، درش میگه شما برید فشار میرید به رژیم در خیابون که من بذارش من ازش احتیاز بگیرم. آره دیگه حرفش اینه، در تکستش داری میگه شما برید فشار میرید به این که من ازش امتیاز بگیرم، که من ازش امتیاز بگیرم. آره دیگه. ممنونم آقا، سپاسگزارم. اینم آقای آروش نازنین، این از آن آدم هایی که روزنامه میخونه، واقعا روزنامه میخونه. یعنی میدونم که روزنامه های فرانسه رو میخونه، روزنامه های انگلیسی رو میخونه، روزنامه های آلمانی رو میخونه. روزنامه، بریم به سمت خوندن، راه ما از خواندن میگذرد، راه دیگه ای نداریم نازنینا. میگه برو تکست یارو رو بخون. این تکستش چی میگه؟ دنبال قال ساده قال باده نریم، این کمک نمیکنه به ما، نکرد. اگه تا حالا کمک کرده بود که خوب بود، نشون داده که این کارو نمیکنه، نشون داده تا کنون این به ما هیچ کمکی رو نمیکنه. به حال اوضاع خطیری رو در پیش داریم. داخل ایران رو نگاه بکنید، ببینید که چجوریه. نگاه بکنید داخل ایران رو نگاه بکنید، مردم خستن، مردم گناه دارن، مردم زیر فشارن. این میگه مردم بیا تو خیام، از این یارو امتیاز میگه. هفت درسته که داره میزنه، این دلش به حال مردم ایران نسوخته. اینا هم که دارن میرن، روسیه هم میگه که امتیاز میخواد، راجب کریمه امتیاز میخواد، راجب تحریمای آمریکا امتیاز میخواد، میگه این تحریما رو آمریکا کم کنه، ایران مال شما. ایران میخوام چیکار کنه؟ چیزی نداره آخه. بر اساس همین داکیومنت نفتی که منو تو درست کرده، خب اینوش کارشناس کهنه‌کارن، پرویز مینا آدم کمی نبوده تو صنعت نفت و گاز ایران. میگه هر چی تو از شاه استخراج کنی خرج زیادتری میخواد، یعنی آخر این گرونتر برای تو تموم میشه، برای اینکه این باید خرجش کنی، گاز توش تزریق کنی، اینجور کنی، اونجور کنی. پوسیده است، صنعتش پوسیده. میگه توی
26 میدان مشترک گازی داره، همین بحثی که الان مطرح بود، آمریکا میخواد گاز به اروپا بفروشه، میگه به جایی که روسا بخری به خودم بد میدم. میگه 26 میدان مشترک گازی داره، هیچ سهم نمیبره ازش، همه رو مشترکین میبرن، اگر با آذربایجان داره، اگر با ترکمنستان داره، اگر با قطر داره، اگر با کویت داره، اگر با عراق داره، مقادیری با عراق دارن تو خشکی. میگه اونا بیشتر میبرن تا ایران، سهم اونا زیادتره، برای که اونا پولا رفتن اونجا سرمایه گذاری کردن، اینا پولا رو بردن شیخ نمر، نمر، دمر، کیک، زکی زمان، از این مزخرفان، که چه اتفاقی بیفته که بتونن تو کار قاچاق هروئین و مواد مخدر اینا بتونن دست دراز کنن، اونجا باشن. تو آمریکای جنوبی چیکار دارن؟ شما نگاه بکن این مطلبی رو که تو مقاله گذاشته راجع به ونزوئلا، سعودی، آمریکای جنوبی، ببین مردم دارن دسته دسته از این مملکت نفتخیز آمریکای جنوبی دارن فرار میکنن، برای اینکه چاوز و این یکی ترشون ترهای احمدی نژادی بوده، سیب زمینی. تازه اینا را افتادن برن بولتون رو بیارن که بیاد تو تیم سلطنت طلبا، که مجاهدین رو از مجاهدین بگیریمش بریم برای خودمون. یه آدم جنگ طلب، یه آدمی که دهنشو وا کرد، مثل اون یکی اسمش گشتن دلغک، جولیانی رو دیشب صداش میکردن دلغک، حرفای بی خودکی میزنه. اینا میخوان جنگ را بندازن تو دنیا، نفع مردم و به نفع مردم و مردم ما باشه شما ایم، شما بیه تو خیابون ما امتیاز بگیریم. این که کار نشد که برادر من، عزیز من، نازنین من. به هر حال این وضعیت ماست، ما باید کمک کنیم به مردم در داخل ایران، راه دیگه ای نداریم. الو، من به شما زنگ میزنم عزیزم. ما باید صدای مردم ایران بشیم. بهت گفتم پیروز که این مرده چرا نایاک در رفته، برای که پروندهش کشیدن بیرون. تو نمیتونی لابی کنی بدون اینکه خودتو اینجا ثبت کنی به عنوان لابی. لابی در آمریکا مثل شرکت بقالیه، مثل شرکت ماسبندیه، باید ثبت کنی، بری اساسنامتو بیاری بنویسی، بگی ما اهدافمون اینه، در این زمینه ها میخوایم لابی کنیم. نمیتونی همجوری یواشکی بری تو کاخ سفید و بیای و ظریف بهت بگه اینجوری بگو، تو بری بگی اینجوری بگی. همین خانم وندی شرمن که ایران بهش فوش خار مادر میداد، میگفتن پیر زن استخونی فلان، اومده میگه ما همچنان با ایران در حال مذاکره ایم، ما ارتباطمون رو با ایران قطع نکردیم که. اگر دنبال قال صادق قال باقر بری، همین وزیر رو داری که 40 سال درش گرفتاری. بریم آماده شیم واسه برنامه آقای آلبرت، بعد هم بریم سراغ مهدی اصلانی نازنین. همراه ما باشید، جایی نرید، ما در خدمت شما خوبان و نازنینان خواهیم بود. از همه همدلیت سپاسگزارم. باز هم مجدانه درخواست میکنم
در معرفی سایت میهن کوشا باشید، یعنی www.mihantv.com رو به دوستانت معرفی کن. یکی از افتخاراتم در این تلویزیون میهن این است که راجب تلویزیون میهن مردم با هم حرف میزنن، نمیگن تلویزیون سعید بیبانی، میگن میهن تیوی. در این کار موفق شدی. بنابراین دعوت میکنم سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. لینک ها تو شبکه های اجتماعی قرار میگیره. آدرس ما تو تمام این شبکه ها هست، میهن تیوی عددی. بیاید به این شبکه ها بپیوندید، سابسکرایب بشید، کمک میکنه. اپلیکیشن رو برید تو اپستور دانلود کنید، برید تو اپستور اپلیکیشن رو دانلود کنید. خوبه، من پولشو دادم، استفاده شما ببرید. همین بخش خبر انگلیسی رو پول زیادی من دارم بابتش میدم، چه پولی که این رو ساختیم، چه پولی که میدیم که این ها اونجا قرار بگیره. شما استفاده کنید. اپلیکیشن مهمه، دانلودش کن، به نفع شماست. بنابراین این همه روزها رو خوندم، بانک هم زنگ زد، برم سراغ بانک ببینم چی میگه، بدونیم میتونیم دوباره ازش خواهش کنیم یه مهلت دیگه به ما بدهد. بنابراین اگر میتوانید ما رو حمایت مالی بکنید، ما دستمون به جای بند نیست. ما از این دلالان نداریم که بره جان بولتون بیاره برامون، حیف. میاد خبرش همین روزا میشنوی. بنابراین دست نیاز به سمت تو دراز میکنم و از تو یاری میخوام. گفت میکلانجو مجسمه ای که درست کرده، گفت این چیه؟ گفت این به جای اینکه، گفت چرا دستاش اینجوری پایین آویزونه؟ گفت به جای اینکه دستاشو بلند کنه رو به آسمون، از خدا یاری بخواد، دستاشو رو به زمین دراز کرده و از خودش یاری میخواد. ما هم از شما یاری میطلبیم. ممنون و متشکرم، سپاسگزار از همه مهرت. بریم برنامه ها رو با هم پی بگیریم. متشکرم. آها، قسمت آخرم اینه که قبل از اینکه مرخص بشم این کامنت گذاریه. نه، من کامنت رو مجدداً تصمیم گرفتم ببندم. فقط دو تا برنامه است که اون رو خودتون برید پیدا بکنید. اون دو برنامه است که کامنت بازه، بقیه رو کامنتاشون میبندم. اون حد از رشد نرسیدیم که بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم. فوشخار مادر که گفتگو نیست که. متشکرم.